دوستان گرامی، سخن رو با یاد اون جانهای شریفی آغاز میکنم که در چنین روزهایی در سال 1377 یکی پس از دیگری محکوم حکمی مخفیانه شدند، محاصره شدند، روبوده شدند، به خانهشان هجوم رفت، جسم و جان گرامیشان درد کشید و با بیرحمی و خشونتی هولناک کشته شدند. با یاد پیروز دوانی، حمید حاجیزاده و پسرکش کارون، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده. در آن روزهای تلخ آذر 77 که خبر قتل‌های سیاسی یکی پس از دیگری پخش شد، خشم و ترس، خشم و شرم بر ترس بسیاری چیره گشت و پس از سالها سکوت اکثریت در برابر سرکوب دگراندیشان، وجدان زخم خورده جامعه ندای دادخواهی سر داد. فشارهای بین المللی با موج اعتراضهای خودجوش در درون و بیرون ایران همراه شد و دستگاه حاکم در ایران را به واکنش واداشت. در نیمه دی ماه آن سال، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در یک اطلاعیه به ارتکاب قتل‌ها از سوی گماشتگان خود اعتراف کرد، اما مسئولیت این جنایت‌های سیاسی را به حساب چند مأمور خودسر با برداشت‌های نادرست نوشت. از سوی دیگر مسئولان قضایی پرونده روند تحقیقات را زیر پوشش حفظ امنیت ملی از افکار عمومی و حتی از ما بازماندگان قربانیان و وکلایمان مخفی نگه داشتند و هرگاه به حرف آمدند یا ضد و نقیض گفتند یا پاسخهای گمراه کننده دادند. اگرچه در ابتدا افشای ابعاد واقعی، بستر فکری و اهرم سازمانی قتل‌های سیاسی و نیز دادرسی عادلانه این جنایت‌ها به یک خواست مطرح در جامعه بدل شد، اما پس از چندی با اوجگیری سرکوب جنبش دانشجویی 18 تیر که یکی از محرکه‌های اون پیگیری قتل‌های سیاسی بود، توقیف نشریه‌هایی که در پیگیری این قتل‌ها نقش اساسی داشتند، پرونده سازی و بازداشت گروهی از دیگر اندیشان سیاسی و روزنامه‌نگاران از یک سو و عقب نشینی‌های آشکار جناح اصلاح طلب حکومت از خواست‌های جامعه از سوی دیگر، نیروی پیشبرنده دادخواهی تحلیل بسیار رفت. تلاش‌هایی که علارغم این تنگناها شد نیز نتوانست ساختار قدرت را به پاسخگویی و مسئولیت پذیری وادارد. در چنین موقعیتی یادآوری و پافشاری بر دادخواهی در درون ایران بیش از گذشته در گروه پیگیری ما بازماندگان کشته شدگان و وکلایمان بود. اما ما نیز با وجود تلاشی که کردیم نتوانستیم بر چند و چون رسیدگی قضایی تأثیر بسزایی بگذاریم و تنها در نقد و افشاگری روند مخدوش این رسیدگی موفقیت نسبی یافتیم. روند قضایی نزدیک به 2 سال به درازا کشید و در این مدت چند بار مسئولان رسیدگی به پرونده تغییر کردند و هر از گاه خبرهای عجیبی پخش شد، از جمله اینکه متهم ردیف اول پرونده سعید امامی که سالها معاون و بعد مشاور وزیر اطلاعات بود در زندان واجبی خورد و مرد، ردپای جاسوسان خارجی در قتل‌ها شناسایی شد و نتیجه گیری شد که هدف این قتل‌ها اصلا نه حذف دگراندیشان که توطئه بر ضد سران نظام و مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی بوده است. فساد مالی و روابط عجیب و غریب جنسی متهمان کشف شد، جزوه‌های جنجالی و مبتذل افشاگری باب شد و فضای گفتگوی اجتماعی بر گرد پیگیری این جنایت‌ها را از شایعه‌ها و تئوری‌های غریب انباشت. فیلم شکنجه متهمان در فضای مجازی پخش شد،
شایعه بازداشت بازجوهای پرونده پراکنده گشت. پرونده هم مدتی ناپدید شد تا سرانجام ردش در دادگاه انقلاب پیدا شد و غیره. در تمام طول این مدت هر بار که نشانی از تغییر در پرونده دیدم به تهران رفتم و تنها پس از پیگیری‌های فراوان و انتظارهای طولانی موفق به دیدار مقام رسیدگی کننده شدم. مسئولان امر جا به جا می شدند، اما هر یک از آنان هر بار به من اطمینان می داد که تعهدش در کشف حقیقت و دادرسی عادلانه از من بیشتر است. هر بار پاسخ پرسش ها به پایان تحقیقات حواله می شد. وقتی آن موعد موعود پایان تحقیقات در شهریور 79 فرا رسید، به ما بازماندگان قربانیان و وکلایمان 10 روز مهلت خواندن آن پرونده ملی را دادند. 12 کلاسور پربرگ که نمی دانم چند صفحه بود، چون 3 بار شماره گذاری شده بود و از جا به جای آن 10ها صفحه را بیرون کشیده بودند. آن پرونده نمودی بود از اصطلاح آشولاش که برای موجودات کتک خورده به کار می بریم. دست نوشته های متهمان نیز تک نویسی های بلند و درهمی بودند که از لابلایشان جمله های هولناکی بیرون زده بود، حاوی این گونه اعتراف ها. این نوع مأموریت ها را تیم های بسیاری انجام داده اند و برای آن جوایز بزرگی دریافت کردند. برادران در هر کاری که شرکت کنند با وضوع بوده و با ذکر نام ائمه مأموریت انجام می دهند. که حذف فیزیکی مانند دیگر کارها از قبیل دستگیری، انتقال متهم و مراقبت ثابت و غیره در پرینت کاری از طرف وزارت برای ما مشخص شده و جزء وظایف سازمانیشان بوده است. اینکه این نوع کارها در آن وزارتخانه زیاد انجام می شده، در داخل یا در خارج از ایران، و تنها در این مورد بوده که به این صورت در آمده. اینکه آنچه عمل شده در 2 حوزه لایک ها، یعنی ملیون مرتد و کانون نویسندگان بوده. اینکه حتی در شب قتل پدر و مادر نازنین من، به علت طولانی شدن کار، اضافه کاری آن شب هم در فیش حقوقی به آنها پرداخت شده. بازجو حتی 1 پرسش درباره چنین اعتراف های هولناکی نکرده بود. انگار نه انگار. و در برگ های همان پرونده آشولاش بارها تکرار شده بود که دستور قتل ها را وزیر وقت اطلاعات داده، و باز هم انگار نه انگار. پرونده مثل تصویری که جا به جای آن را سیاه کرده باشند، مسله و سراپا نقص بود. اما همان برش های کوچکی که به چشم می آمد، نمایانگر وجود هولناکی بود که سیاه شدگی ها برای لاپوشانی آن به کار بسته شده بود. مأموریت قاضی پرونده هم مصداق دیگری از همان سیاه کردن ها و سانسور بود، آمده بود تا بستر سازمانی و فکری آن قتل‌ها را بی ارتباط با جرم دسته‌بندی کند. از طرح آن در دادگاه جلوگیری کند و برای توجیه استنادهای موجه قانونی بیاورد. او در همان روز نخستی که من به همراه خانم عبادی به دفترش رفتم به ما گفت قتل‌های اتفاق افتاده، قاتلان اعتراف کرده اند و به این جرم محاکمه خواهند شد و انگیزه های سیاسی ربطی به این پرونده ندارد. او پرونده قتل‌های سیاسی آذر 77 را به پرونده قتل عادی 4 نفر توسط 18 نفر خلاصه کرد، بی آنکه ذره‌ای به اعتراض‌های ما و فهرست پرشمار نقص‌های پرونده که وکلای ما به او دادند اعتنا کند. یکی از وکیل‌های ما ناصر زرفشان به دلیل افشای حقیقت به زندان و شلاق محکوم شد، اما آن وزیر که زیردستانش را به مأموریت قتل فرستاده بود رأی براءت گرفت.
ما اعلام کردیم صلاحیتی برای این دادرسی پوشالی نمی‌شناسیم و در دادگاه فرمایشی شرکت نمی‌کنیم. دادگاه هم ما تشکیل شد و رأی مفصل آن نیز در روزنامه‌ها چاپ شد تا پایان نمایش دادرسی را به عموم اعلام کند. برای 3 تن از ماموران اجرای قتل، 2 نفر که چاقو به بدن پروانه فروهر و داریوش فروهر زده بودند و 1 نفر که طناب به گلوی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده انداخته و آن را کشیده بود، حکم قصاص صادر شد. اختیار اجرای حکم قصاص را بنابر قانون شرع به ما بستگان درجه 1 قربانیان واگذاردند. ما اعلام کردیم که با اعدام مخالف هستیم و درخواست مجازات مرگ برای هیچ کس نداریم. مخالفت ما با حکم اعدام را بخشش متهمان خواندند و دستاویز کردند تا در دادگاه تجدید نظر که ما حتی از تشکیل آن خبردار نشدیم، با لغو حکم‌های قصاص مجازات دیگر متهمان پرونده را نیز کاهش دهند. سپس نیز پرونده مختومه شد. پیگیری ما از طریق کمیسیون اصل 90 مجلس نیز به جایی نرسید. درخواستمان از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تحقیق و بررسی، از آنجا که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حاضر به پاسخگویی به این کمیسیون نیست، بی نتیجه ماند. اما دادخواهی ما به پیگیری قضایی یا درخواست پشتیبانی از نهادهای مدافع حقوق بشر محدود نبوده است، بلکه تلاشی بوده است برای ایستادگی در برابر سرکوب سیاسی، برای پاسخگو کردن نهادهای قدرت، پرسشگری و روشنگری نسبت به بی‌عدالتی ساختاری، یادآوری جنایت‌ها و روشنگری زمینه‌ها و بستر سازمانی و فکری آن. مخالفت با مجازات اعدام و مرزبندی با شیوه های انتقام جویانه، رویت پذیر کردن و به رخ کشیدن حذف و حذف شدگان، ایستادگی بر سر حق یادآوری و بزرگ داشت آنان، تلاش برای رسوا کردن شیوه های گوناگون انکار و تحریف، شهادت دادن و روایت تجربه ها و ساختن الگوهای کوچک ایستادگی. یکی از این ایستادگی‌های کوچک تلاش هر ساله ما بوده است برای برگزاری مراسم یادبود برای کشته شدگان تا بتوانیم در همراهی جمعی بر حق خود بر حافظه بایستیم و بر ضرورت دادخواهی پافشاری کنیم. امسال هم که 20مین سالگرد بود، به روال هر ساله به تهران رفتم تا در سال روز قتل سیاسی پدر و مادرم دعوت به گرد همایی کنم. مکان این گرد همایی موقعیت ویژه‌ای دارد. خانه و قتلگاه است. جایگاه ازداد. مکانی که در همزمانی ناممکن مأمن و مسلخ جای گرفته. یادآور زندگی و تلاش 2 مبارز سیاسی، یادآور سرکوب و خشونت سیاسی در سرزمین ما. امروز می‌خواهم شما را به همین مکان ببرم، به مقایسه و تقابل 2 تصویر از این مکان. تصویر نخست سیاه و سفید است و در شب 1 آذر سال 1377 ثبت شده است، شبی که قتل پدر و مادرم برملا شد.
در عکس 23 نفر دیده می شوند، یک زن و 22 مرد پیر و جوان. 4 مرد که پشتشان به ماست گوشه های پتوی را در مشت گرفتند و درون آن چیزی را حمل می کنند که از چشم دوربین مخفی مانده است. انحنای پتو می گوید آنچه که برده می شود جسم نرمی دارد. سنگینی آن شانه مردان را خم کرده است. حرکت‌ها و حالت‌های مردان تنها گویای وضعیتی عادی به هنگام حمل کردن چیزی است. به روایت شاهدان عینی درون آن پتو جسد مادر و پدرم را حمل کردند. من آن شب آنجا نبودم، اما بارها از بستگان و دوستانی که آنجا بوده اند پرسیدم که چه به یاد دارند. چه آنها که بیرون در حیات مانده بودند و چه آنها که برای مدت کوتاهی اجازه ایستادن را در حیات خانه یافتند، میگویند که ولوله‌ای به پا بوده است از اعتراض سوگواران و پرخاش ماموران. در این عکس اما هیچ اعتراضی دیده نمی شود. هیچ دهانی به فریادی گشوده نیست. همه انگار ساکت ماندند الا یک مأمور که به جلوداری حمل کنندگان می رود و چهرهش پیداست. انگار چیزی دستور می دهد. دیگران تماشاچی صحنه شدند. اینجا و آنجا در حاشیه آنچه در شرف انجام است ایستاده اند و نظاره می کنند. وقتی به این عکس نگاه می کنم، تمام آن فریادها و اعتراضها که در طی سالها در ذهن می شنیدم که خشمگین و دردمند جسد پدر و مادرم را از آن خانه بدرقه می کردند خاموش می شوند. عکس اما همیشه یک واقعیت انتخاب شده را بازنمایی می کند. انتخاب یک زاویه و یک لحظه است از میان در هم تنیدگی ها و همزمانی های یک واقعه، و هر بازنمایی از واقعیت در بطن خود به معنای حذف بخش هایی از آن واقعیت است. پرسش اینجاست که این عکس از واقعیت آن شب چه چیز را باز می نماید، چه چیز را نمی نماید و چرا؟ به چه انتخابی از واقعیت سندیت می بخشد؟ چه برداشتی ایجاد می کند؟ این عکس هیچ نشانه‌ای برای دریافت آنچه درون پتو حمل می شود نمی دهد. به بی‌حرمتی به انسانهایی که جسدشان را آنگونه می برند که انگار تلمبار ماده‌ای له شده است بی‌اعتناست. هیچ نشانه‌ای در عکس به هویت مردگان اشاره ندارد و به آن التهاب و اعتراض که قتل آنها سبب شد. هیچ نشانه‌ای در این عکس به پس زمینه سیاسی آن واقعه اشاره ندارد. تمامی عکس‌هایی که آن شب در خانه داریوش و پروانه فروهر گرفته شده اند از همان ابتدا محرمانه و ممنوعه اعلام شدند. حتی عکس هایی که اداره آگاهی در ثبت جنایت گرفته بود با وجود تمام اعتراض های ما از پرونده رسیدگی حذف شد. تنها این یک عکس سیاه و سفید بود که 4 سال پیش در یک کتاب حکومتی و پربرگ و سنگین وزن چاپ شد. کتاب یک روز شمار تصویری است از 30 سال جمهوری اسلامی، حاوی انبوهی از تصویرهای جور و جور از مناسبتهای حکومتی تا سیل و آتش سوزی و جنگ و جشن و فوتبال. آن عکس سیاه و سفید از شب 1 آذر از مکان قتل داریوش و پروانه فروهر هم که تا پیش از آن پای هیچ خبر و در هیچ نشریه‌ای منتشر نشده بود در صفحه 1015 کتاب آمده است. زیرش نوشته شده قتل مشکوک داریوش فروهر وزیر کار دولت موقت و همسرش در منزل. در ترجمه انگلیسی به جای دولت موقت گذاشتند سابق. در این زیرنویس هم باید دنبال آن چیزی گشت که ناگفته مانده است.
اینجا پروانه فروهر در واژه همسر خلاصه شده و هویت سیاسی و جایگاه اجتماعی او ناگفته مانده است. پیکار سیاسی 50 ساله داریوش فروهر به دوران چند ماهه وزیری او خلاصه شده. واژه کلیدی مخالف حکومت، مبارز سیاسی و دیگراندیش در بیان هویت کشته شدگان ناگفته مانده است. قتل مشکوک جایگزین قتل سیاسی شده است. چرایی انتشار این عکس و زیرنویس در یک کتاب مرجع را باید در همین ناگفته ها و تحریف ها پی گرفت. اینجا تاریخ ابتری بازنمایی شده که واقعه را از حقیقت آن تهی کرده و روایتی سطحی و پوشالی از آن به خورد بیننده می دهد. روایتی که حساسیتی بر نمی انگیزد و حس مسئولیتی از پی خود نمی آورد. چنین روایت‌هایی تاریخ را به انباشتی از حوادث استحاله می کنند و معضل مسئولیت و پاسخگویی را ناگفته می گذارند. این عکس نمونه است از چگونگی بازنمایی تاریخ مخالفان سیاسی از سوی ساختار قدرت در ایران و به روایتی سندیت می دهد که قدرت حاکم را از مسئولیت و پاسخگویی بری می کند. یک تصویر مقرض و حکومتی. تصویر دوم، پیش خودتون تصور کنید، تصویر همان حیات همان خانه است 2 هفته پیش، در 20 سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر. آفتاب پاییزی هنوز پهن بود و آن حیات پر شده بود از کسانی که به یاد کشته شدگان، همانها که جسدهایشان در آن عکس در آن پتو حمل می شود، گرد آمدند. انگار آنجا ایستاده اند تا جای خالی خود را در آن شب پر کنند، تا حضور خود را به آن تصویر سیاه و سفید که در نبود آنها ثبت شده بنمایانند، تا بازنمای حافظه جمعی از واقعی باشند که آن عکس سیاه و سفید سعی در تحریف آن دارد. آنها آمده اند تا تاریخ را به روایت آن عکس مقرضانه واگذار نکنند. این تصویر ساخته و پرداخته ما مردمی است که برای بازپسگیری حقوق خود از حکومت تلاش می‌کنیم. و اگر تصویری بتواند اثبات بالیدن ایستادگی ما باشد، همین تصویر شهروندانی است که علارغم گذر سالها به آن قتلگاه آمدند تا نشان دهند که از یاد نبردند. این تصویر برای من صحه است بر تأثیر گذاری استقامت ما بر روی حق خود در یادآوری. نمود تداومی است که زیر بار فشار و تهدید سرکوب حفظ کرده ایم. عینیت آن واژه دادخواهی است که 20 سال است تکرار کرده ایم، واژه‌ای که گرد آن تلاش خود را تعریف می کنیم، واژه‌ای که برای بسیاری از ما که عزیزان من قربانی سرکوب سیاسی شده اند، چه بستگان آنان باشیم، چه دوست و همراه زندگی یا رفیق و همرزم مبارزشان، حامل مفهومی پرصلابت است، زاینده استقامت و امید، توانمندمان می کند و برای حضور و تلاش ما سنگر می سازد، مرزی می کشد میان سرکوبگر و انکار کننده با حق طلب. اگر در مفهوم دادخواهی دقیق شویم، به نظرم در عمق وجود آن به مفهوم مسئولیت می رسیم. دادخواهی ما را به دریافت مسئولیت وامی دارد و پاسخ می طلبد و اینگونه از یک سو زمین ساز دادرسی حقوقی می شود و از سوی دیگر با فرهنگ سازی به پالایش روابط اجتماعی از سرکوب و خشونت یاری می رساند. پس رو به آینده دارد
و چالشی است برای ساختن زندگی عادلانه. دادخواهی از محدوده مهر فردی بازمانده به عزیز جان باختش فرا می رود. تعلق را به تعهدی بدل می کند برای یادآوری سرگذشتی که استبداد شریان حیاتش را قطع کرده است. با چنین تعبیری دادخواهی به چالش کشیدن مرگی است که پیامد استبداد است، پس عین تعهد به زندگی و آزادی است. دادخواهی در روایت فاجعه خلاصه نمی شود، پس ناگزیر است که با پرداختن به چراها و چگونه‌ها بستر تاریخی سرکوب را کالبد شکافی و بازخوانی کند. با پرداختن به این روند است که میتوان پیامدهای آن تاریخ را در شرایط کنونی ردیابی کرد. پس دادخواهی میتواند زمین ساز یک خودآگاهی تاریخی سیاسی شود. دادخواهی داغ و رنج را از گیر افتادن در مرثیه خوانی و سوگواری برای گذشته می رهاند. طلب حق است و از این رو در امتداد استقامت سرکوب شده جان باختگان قرار می گیرد و شریانی از مقاومت می سازد. پس دادخواهی روندی است که باید ساخته شود. بدون کار و خلاقیت انسانی میسر نمی شود و این تکاپو اگر بالیده شود فرهنگ می سازد و به گونه ای ماندگار در ساختار روابط قدرت تأثیر گذار می شود. با نگاه به تجربه 20 ساله می دانم که برای پیشبرد مؤثر دادخواهی بیش از هر چیز نیاز به همدست و همراه است. افراد و نهادهایی که بتوان در همکاری و همرزمی با آنان دادخواهی را به یک خواست جمعی بدل کرد. و البته که انتخاب همدست در پیشبرد دادخواهی دشواری دیگر این مسیر است. به نظرم همواره باید هوشیار بود تا مبادا افراد یا نهادها یا گفتمانهایی دادخواهی را به نفع هدفهای سیاسی خود مصادره کنند یا حتی به بیراهه بکشند. باید فاصله خود را با ساختارهای قدرت در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و غیره حفظ کرد و همواره به استقلال حرکت دادخواهانه به عنوان یک ارزش بنیادین پایبند ماند. در پایان قدردانی میکنم از گزارشگران بدون مرز، به ویژه رضا معینی عزیز برای برپایی این نشست، از وکیل گرامیم شیرین عبادی که همواره دلگرم به حضور و همراهی او بودم، و از دکتر لاهیجی عزیزم که تا به یاد دارم دوست دیرین و صمیمی پدر و مادرم بوده و در این سالها صمیمی‌ترین پشت و پناه و قوت قلب. Thank you.